السلام علیکم مردمی سربلند و سعادتمند وادی زرخیز فرغانه، اینک در نوار با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش انفورماسیونی پیام روزی تلویزیونی ساخت. در استودیو با شما جواهر غنی جانف. 17 مای با دعوت پرزیدنت مملکت به کشور ما سروزیر مالایزیا انور ابراهیم تشریف فرمود. اوید تفصیلات سفر او به مملکت ما در شرح اولینمان نقل میکنیم. توجه کنید. 17 مای در قرارگاه کوکسرای مراسم استقبال تنتنوی سروزیر مالایزی انور ابراهیم که به کشور ما با دعوت پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت مرزیویف با بازدید رسمی آمده است به عمل آمد. در میدان نزد قرارگاه قراول فخری سفارت است. پس از عکسگیری یکجایه گفت‌وشنیدها در سطح عالی آغاز شدند. پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت مرزیویف و سروزیر مالایزی انور ابراهیم با اشتراک هیئت‌های رسمی دو مملکت ملاقات نمودند. در اول واخوری رهبر حکومت مالایزی به پیشوای دولتمان سلام گرم و تمناهای بهترین شاه مالایزیا سلطان ابراهیم را رساند و برای پذیرایی گرم و صمیمی هیئت مالایزیا منتداری صمیمی اظهار نمود. ضمن ملاقات ها مسئله های منبعد وسعت دادن مناسبت دوستانه و بسیار جنبه شریکی بین ازبکستان و مالایزیا بررسی گردیدند. پرزیدنت ازبکستان تاکید کرد که تشریف مذکور در درجه عالی که در 16 سال اخیر نخستین میباشد در تاریخ مناسبت دو جانبه مرحله نو را باز مینماید. مالایزیا دولتی میباشد که تحصیل رواج می‌یابد و نه تنها در منطقه آسیای جنوبی شرقی بلکه در تمام جهان ظرفیت کلان را مالک است. مقصد اساسی ما به درجه صفتاً نو برآوردن همکاری عملی با مملکت شما میباشد، تاکید کرد پرزیدنت ازبکستان. اهمیت منبعد مستحکم نمودن گفتگوی سیاسی و رابطه‌های بین پارلمانی، ادامه دادن دستگیری طرفین در دایره‌های تشکیلات‌های بین‌المللی، تطبیق برنامه‌های گومانیتاری و تعلیمی، فعال‌سازی تبادل سیاحان و معدنی تاکید شد. با مسئله های همکاری عملی در ساحه های تجارتی و اقتصادی و سرمایه گذاری اعتبار علاهده نگرانده شد. در نهایت سال گذشته حجم تبادل مال به بیش از دو برابر افزود. مقدار کارخانه های مشترک زیاد شده، سرعت پرواز بین تاشکند و کوالالومپور می افزاید. اهمیت تامین رشد منبعی، حجم و دستیافتن به نشاندهات های متناسب تجارت طرفین، تطبیق لایحه های بزرگ مشترک تأکید شد. اظهار باوری کرده شد که نتیجه بیزنس فورم ازبکستان و مالایزیا در دایره برنامه کاری تشریف با وسعت یافتن شریکی سرمایه گذاری، همکاری شرکت های پیشرفت در ساحه های اینوواسیا، صنعت، انرژتیک سبز، نفت و کیمیا، الکتروتکنیک و الکترونیکا، داروسازی و سمت های دیگر خدمت خواهند کرد. با مقصد تذکری این کوشش ها آمادگی تأسیس دادن منطقه صنعتی ازبکستان و مالایزیا در مملکتمون اظهار گردید. مسئله های همکاری در خوجگی قشلاق از آن جمله آید به تطبیق تکنولوژی صرفه‌کننده آب، پرورش و از نو کارکرد محصولات میوه و سبزیجات، سرتیفیکاسیا بنابر استاندارد حلال بررسی گردیدند. مسئله های وسعت دادن همکاری در ساحه تکنولوژی اطلاعاتی، کاهش کمبغلی و وابستگی نقلیاتی محاکمه گردیدند. با مقصد با نظام وسعت دادن همکاری تجارتی و اقتصادی، ناگزیری تجدید کمیته مشترک در عمل تجارتی ازبکستان و مالایزیا با کمیسی بین حکومتی با برگزار نمودن جمع‌آمد یکم آن در سال جاری قید گردید. قرار قطعی منبعد فعال نمودن تبادل مدنی و گومانیتاری ثابت گردید. اهمیت پرزور نمودن همکاری آید به تربیه و تکمیل ملکه کادرها در ساحه‌های انرژتیک، مالی، اسلامی، اکولوژی، زهرین صنعی، سیاحی و همچنین مستحکم نمودن قهوی علمی و عملی در ساحه تندرستی تاکید شد. با قناعتمندی تام رشد با سرعت ورود سیاحان مالایزیا به ازبکستان ذکر گردید. چاربین ها آید به تطبیق برنامه های مشترک سیاحی زیارتی، از آن جمله پیش بردن لایحه عمره، جمع آید به مستحکم نمودن گفتگوی بین جوانان دو مملکت محاکمه گردیدند. پیشنهاد شد که غایه درباره به وجود آوردن میدان گفتگوی وزیران کارهای خارجه در اندازه آسیای مرکزی جمع اکیان بررسی گردید. در پایان گفتگوها که در فضای اعتماد، شفاف و دوستانه برگزار شد، پرزیدنت جمهوری ازبکستان و سروزیر مالایزیا اظهارات مشترک را درباره عمیق‌سازی همکاری بسیار جنبه امضا نمودند. پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت مرزیویف با پیشوای عالی دینی ایران آیت الله علی خامنه‌ای در ارتباط با درگذشت پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران ابراهیم رئیسی و همراهان او در نتیجه فاجعه در شمال مملکت برقیه تسلیت فرستاد.
در نامه پرزیدنت از جمله ذکر می‌گردد که خاطره درخشان ابراهیم رئیسی که در رشد همکاری‌های همه‌جانبه شریکی متقابلان سودمند و در ازمدت ازبکستان و ایران سهم بزرگ گذاشته است در قلب خلق‌های ما ابدی باقی خواهد ماند. سرور دولت ما با مردم دوست ایران خیش و تبار و نزدیکان قربانیان اظهار همدردی کرد. رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی روز 19 می بر اثر سقوط هواپیما هلاک شد. این خبر را رئیس جمعیت هلال احمر ایران پیر حسین کلیوان تصدیق کرده است. خبرگزاری مهر نیز از هلاک شدن پرزیدنت خبر داد. 19 می چرخبال پرزیدنت در منطقه کوهستانی شهر ورزگان در نزدیکی مرز ایران و آذربایجان سخت فرود آمده است. نجات دهندگان جای سقوط چرخبال را روز 20 می معین کردند. معلوم شد که چرخبال هنگام فروروی سخت کاملا سوخته است. بجز از خلبان ها رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی، وزیر کارهای خارجه امیر عبداللهیان، گوبرناتور آذربایجان شرقی آیت الله هاشم و امام تبریز محمد علی هاشم بودند. پیش از سقوط چرخبال ابراهیم رئیسی از ملاقات با رهبر آذربایجان الهام علیف برمیگشت. سران دولت ها در مراسم افتتاح سربند دریای اراس شرکت داشتند. پیر حسین کالیوان از جمعیت هلال احمر ایران گفته است وقتی مکان چرخبال سقوط شده مشخص شد هیچ نشانه از نجات یافتگان مشاهده نشده است. در صورتی در گذشت رئیس جمهور ایران با رضایت راهنمای عالی خامنه‌ای صلاحیت او را نایب اول رئیس جمهور محمد مخبر بر عهده می‌گیرد. انتخابات نوی پرزیدنت در ایران دوام 50 روز برگزار می‌شود. ابراهیم رئیسی سال 2021 پرزیدنت ایران انتخاب شده بود. پرزیدنت 63 ساله ایران فعالیت خود را در عرصه حقوق آغاز کرده است. در مناطق مختلف کشور به حیث پرکرار کار کرده است. سال 2014 رئیسی مقام پرکرار ژنرالی کشور را بر عهده داشت و در سال 2017 نامزد به مقام رئیس جمهور ایران بود، ولی از حسن روحانی شکست خورد. وی در انتخابات سال 2021 با بیش از 60% آواز پیروز شد. پرزیدنت ایران ابراهیم رئیسی 9 نوامبر سال گذشته با همراهی همسرش جمیله علم‌الهاده به تاشکند آمده بود. همان روز شوکت مرزیایف با پرزیدنت ایران ابراهیم رئیسی ملاقات کرد. در آن مسئله های تحکیم منبعی مناسبت های ازبکستان و ایران، توسعه همکاری های عملی در بخش های تجارت، سرمایه گذاری، اینوواسیا و نقلیات بررسی شدند. با مقصد به شغل فراگیری اهالی بیکار و دستگیری نمودن آیله های کم درآمد در حدود سکتور سیوم که رهبری اش در ذمه سرور شعبه کارهای داخلی ناحیه سوخ می باشد، یرمرکه مهنت تشکیل کرده شد. گزارش نوبتی ما در همین خصوص. در حدود سکتور سیوم ناحیه سوخ 5 جامعه شهروندان محله موجود بوده، شماره اهالی زیاده از 14000 نفر را تشکیل می‌دهد. برای به شغل فرا گرفتن اهالی بیکاری این محله‌ها در مرکز مدنیت با تشبث راهبر سکتور قاسمجان رحیم‌بردیف یرمرکی مهنت تشکیل کرده شد. در یرمرکی مهنت کارخانه‌ها و تشکیلات‌ها با 74 جای خالی کار اشتراک کردند. در آغاز تدبیر سرور شعبه کارهای داخلی که رهبری سکتور مذکور را در ذمه دارد، با سخنبر آمده ذکر نمود که مقصد از تشکیل چاره‌بینی مذکور با کار تامین نمودن اهالی بیکار رشد سایه صاحبکاری و دستگیری نمایندگان سوها می باشد. در تدبیر نمایندگان بانک‌های تجارتی نیز اشتراک کردند و با آنهایی که خواهش صاحبکاری کردن دارند در باره موجود بودن و ترتیب و قاعده های گرفتن کردیت های امتیازناک معلومات دادند. به غیر از این به چند تن زنان و جوانان شامل دفترهای مخصوص در اساس سوبسیدی انجام های مهنت داده شد. من در این نوبت گرفته ماشینه چاک دادم. هزار رحمت به پرزیدنت ما. واسطه ماشینه چاک زندگانی به پیش برده کار خدا ما وای میکنیم دیگه آسان. در تدبیر آنهایی که جای کار ندارند از روی اختصاص خود به تشکیلات های دخلدار مراجعت کردند. به غیر از این درباره ترتیب گرفتن سوبسیدی که با توسعه یاوران حاکم در محله ها داده می شود معلومات داده شد. امروز در یرمرک مهنتی از محله ققر فقراهای بیکار چهم ما در یرمرک اشتراک کرده و آقا از آقا 3 نفر بیکار فقرا هم و در اساس سوبسیدیا از جمعه مهنت دوده. بغیر از این از روی اقتصادی از روی متخصصی خودشان و فقرا هم برای جای کار مراجعت کردن اجارت هاشون دیده برمرسیم.
در دوام یرمرکه یک چند نفر را به کار قبول کرده و چند نفر دیگر را برای آموختن کسب و هنر جلب نمودند. با آنهایی که در اساس سوبسیدی انجام های مهنت گرفتند برای براه ماندن فعالیت صاحب کاری در خاندان خود توصیه و معلومات های مهم داده شد. شماره آلمانی سوخی باز به یک نفر افزود. استاد دانشگاهی دولتی فرغانه درجه علمی دکتری فلسفه آید به علم های فیلالوگی را گرفت. او مؤلف زیاده از 10 کتاب و 70 مقاله های علمی می باشد. ادامه موضوع در گزارش مخبرمان جهانگیر صابیروف. انگوش شمارند آلمانی که هم شاعر، نویسنده، آموزگار و ژورنالیست باشند، اما خداوند این بخت را به یکی از آلمانی سوخی جمعه جمال انعام کرده است. اولین تذکره ایجادکاران نوحه سوخ جلوی اختران سوخ نیز به قلم این ادیب زبده متعلق است که بهترین کتاب در ترکیب کتابی کلان حجم دانشنامه زبان و ادبیات فارسی ازبکستان از قرن 20 تا کنون در تهران دوباره چاپ شد. جمعه جمال در بخش تاجیکی فاکولته فیلولوژی دانشگاه دولتی فرغانه امروز به دانشجویان درس می دهد. سال 2018 با گروه های ما از دهه سوخ بسیار یک مرد فاضل، عاقل، دانا، خردمند با نام جمعه جمال و کار آمدند. طلبگان اون کس را خیلی خوش پذیرفت. در حقیقت بسیار مردی عالی جناب، شخصی که با محنت کردن مانده نمی شود. باز خصلت نیکش همین که فن خودش را خیلی خوب می‌داند. با طلبگان، با دانشجویان مناسبت خیلی خوب دارد. مناسبت پدرانه دارد که دانشجویان همه او را حرمت و احترام می‌کنند. من هم شادم که با این مرد شریف، همکار، برادر، مثل پدر پسر هستیم، در یک کافدره کار فعالیت می‌بریم و از تمام فعالیتی این مرد اهل خرد من خبردار هستم. نهایت آدم سرکار، آدم سرتشویش، آدمی که وقتی خالق قریب که ندارد. موضوعی که جمعه جمال برای رساله دکتریش انتخاب کرده بود این مسئله های زبان دولتی در مملکت های اتحاد دولت های مستقل در مثال جمهوری های ازبکستان و تاجیکستان می باشد. او رساله دکتری را با موفقیت حمایه نموده درجه علمی دکتری فلسفه آید فن های فیلولوژی و بعدتر عنوان علمی دسنت را گرفت. بیش از 10 کتاب و زیاده از 70 مقاله های علمی و علمی اسلوبی نوشته است. من سال دوم وقتی که او آمد علاقه موضوع کاری علمی خود را آغاز کرد. موضوع زبان‌های دولتی در تاجیکستان و ازبکستان از نگاه زبان دولتی کار علمی خود را سر کردند و در مدت کوتاه کار علمی را آغاز کردند، سر کردند در زبان دولتی با روی سرخ، با سر بلند حمایه کردند. جمعه جمال کتاب را کلید موفقیت در جاده علم می شمارد. انسان تنها در نتیجه مطالعه کتاب قله های بلند علم را فتح می کند. تا به درجه دکتری فلسفه اوید به علم های فیلولوژی رسیدنی من یگانه سبب کتاب است می گوید و واقعا هم او وقتی خالی ندارد، پیوسته از بالای خود کار می کند و کتاب می خواند و همین کتابخانی هایش سبب شد که به قبل او امروز کتاب نویس شد. البته بیهوده هم نمیگویند خوشتر ز کتاب در جهان یار نیست، در غمکده زمانه غمخوار نیست. هر لحظه از او به گوشه تنهایی صد راحت هست و اما آزار نیست. البته کتاب بهترین دوست است که هم در لحظه های شادی و هم در لحظه های غمگینی کس همدم و همراز کس شده میتواند. بنابراین از جوانان امروز هم بسیار خوش مندیم، بسیار امیدوار هستیم که رو به کتاب آرند. اما متاسفانه جوانان امروز بیشتر رو به شبکه های اجتماعی و اینترنت آورده اند که آنها هیچگاه جای کتاب را گرفته نمیتوانند. بسیار بسیار خواهش میکنیم که به کتاب رو آرند. جمعه جمال در نوشتن شعرهای بچگانه و ترانه های نثری اقتدار بلیغ دارد و نمونه های ایجادش در تذکره جلوی اختران سوخ مطبوعات های دوره وطنی و خارجی روی چاپ را دیده و از دل هواداران کلام بده جای گرفته است. لایق شاعر است که در هر ورق شعرش، در هر سبق شعرش تقویم دل گرم و شهیدای او را می‌یابد. به مناسبت جشن 80
این سالگرد این شاعر بزرگ در مؤسسه های تعلیمی نه فقط تاجیکستان بلکه در ازبکستان عزیز نیز تدبیر چوربین ها برگزار گردیده شده است. لایق شیرعلی نه فقط شاعر محبوب تاجیک است، او از دل قوم و ملت های دیگر نیز با مصرعهای آب نرسیدهش جاویدانه موا گرفته است. شعرهای پرمضمون این شخصیت برجسته و زبان ازبکی نیز ترجمه شده و مجموعه های اشعار به ازبکی ترجمه شده اش به طبع رسیدند. در مکتب رقمی سوم ناحیه سوخ تدبیر تحت شعار لایق ودایت کرد و رفت برگزار گردید و در آن خوانندگان صنف های بالایی دبستان مذکور خیلی فعال اشتراک کردند. خوانندگان به مناسبت جشن زادروز لایق شیرعلی برنامه مخصوص آماده ساخت. در چوربینی از اشعار لایق زندهیت خیلی روان نمونه ها قرائت کردن خوانندگان به اهل تدبیر خیلی پسند آمد. در تدبیر آموزگاران سخن کرده ذکر نمودند که در اشعار شاعر نقطه سنج تعبیر و عباره مفهوم و محاکات با کمال کاردانی انتخاب شده بلاغت و فصاحت سخن به انابت گرفته شده است. شاعر با سبک بیان ساده و روان مقصد خیش را افاده کرده در تصویر حالت و وضعیت قهرمان لیریکیش شتابکاری نمیکند و از این جهت شعر لایق زود بدل ها راه میابد. از اینجاست که لایق محبوب دل هاست. باید گفت که درباره استاد لایق شیرعلی هر چقدر متو ستایش کنیم کم است، زیرا که استاد لایق شیرعلی که از نابغگان ادبیات معاصری تاجیک میباشند. اگر در عصر 20 در تمام دنیا میرزا تورسونزاده همچون منادی صلح و دوستی خلق ها یکی از داستان نویس های مشهور معرفی شده باشد، لایق شیرعلی در ادبیات معاصر تاجیک، یعنی در ادبیات عصر 20، به صفت بهترین غزل سرا، بهترین شاعر لیریک شناخته شده است. و باید گفت که آثار لایق شیرعلی به زبانهای مختلف دنیا ترجمه شده است. اینچنین تقدیمات کتاب فرد فردای شاعر رسولبک احمدزاد نیز برگزار گردید. در چوربینه از اشعار شاعر نمونه ها قرائت کردند. درباره مضمون و ماهیت کتاب نوی شاعر معلومات ها داده ذکر نمودند که سالهای آخر در ازبکستان برای ادبیات، زبان، عرف و عادت و قدریت های ملی هر یک ملت توجه زیاد داده می شود. با زبان های گوناگون از جمله تاجیکی نیز چاپ شدن کتاب های بدیعی و درسی برای تاجیکان این سرزمین نتیجه اعتبار و توجه دولت نسبت یک ملت است. امروز درباره کتاب نو من که فرد فردا نام دارد به نزدیکی از نشر برآمده بود، با ابتکارات و سعی و اهتمام کتابدار مکتبمان هم یک برنامه ادبی بدیعی تیار کرده شد که وی را هم همین دو برنامه را یک جای متحد کرده بعد به انجام رسیدن چوربینی لایق شیرعلی، یعنی چوربینی دویم، به شرف از نشر برآمدن کتاب نو کمینه فرد فردا یک چوربینی ادبی بدیعی برگزار گردید. رسولبک احمدزاد شاعری زولیسانه بوده، در تاجیکی و ازبکی اشعاری خوب و مرغوب دارد. در شعرهایش اساساً موضوعهای آدم و آدمگری، راستی و راستکاری، وطن، استقلال و کامیابی های آن ترنم یافتند. بینندگان عزیز، بخش خبری پیام روز دوام دارد و حالا شرح مختصری خبرهای مهمترین کشور را به شما میرسانیم. توجه کنید. نخستین گروه کاری عبارت از نمایندگان کمیته دین اداره مسلمانان ازبکستان و یک گروه آشپزها برای آمادگی همجانبه به استقبال زائران کشور ما در آغاز موسم حج به عربستان سعودی آمدند. به هیئت کنسولگری ژنرالی ازبکستان در جده کمک می‌رساند. در نزد این هیئت وظیفه گذاشته شده است که زائران ازبکستانی را با مهمانخانه‌ها، غذا، شرایط مساعد در مکه و مدینه تامین نموده برای ادای نماز حج در موسم حج 2024 شرایط مساعد فراهم آورند. آمدن زائران ازبکستانی به عربستان سعودی برای ادای مراسم حج از 23 می آغاز می شود. هر روز از 10 ولایت ازبکستان به مدینه پروازهای مستقیم انجام داده می شوند. زیارتچیان از شهرهای تاشکند، بخارا، نمنگان، فرغانه، سمرقند، قرشی، ترمیز، اورگنج، نقص و نوایی توسط هواپیماهای شرکت ازبکستان هوایولری به منزل رسانیده می شوند.
در یکی از چهارابینه های زودعمل خادمان صدارت خدمت امنیت دولتی در ولایت سمرقند شهروند ساکن شهر مذکور که در وظیفه کنسولتنت مالیوی مرکز خدمت رسانی بانکی سعودیانه بانک ایپوتک تجارتی اکسیه داری ایپوتک بانک فعالیت نشان میداد به شهروند محلی گفته است که در گرفتن 700 میلیون کردیت ایپوتکی به او یاری میدهد و در عوض این از شهروند 20 میلیون سوم 100 دلار آمریکایی طلب کرده است. او هنگامی از شهروند گرفتن این مبلغ از جانب خادمان مقامات دستگیر شده است. فعلا نسبت این شخص طبق ماده های دخلداری کدکس جنایتی جمهوری ازبکستان کاری جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. نماینده دسته منتخب دزیودوی ازبکستان دیاره کلدیورو در کریره خود پای هم بار دویم به دور نهایی مسابقات قهرمانی جهان راه یافت. در چمپیونت جهان در امارات متحده عرب هموطن ما در وزن تا 52 کیلوگرم مدال نقره گرفت. کلدیورو در مبارزه برای عنوان چمپیونی با جایزه دار دو کاراته المپی اودت جوفریدا ایتالیایی قوا آزمود. محاربه آشتیناپذیر با غلبه جوفریدا انجام یافت و هموطن ما با جایزه نقره سرفراز گشت. با شرافت این نتیجه کلدیورو با ریتینگ جهانی و المپی خود 1400 امتیاز ضم میکند. موافق معلومات وزارت اختصار کمبیزاتی و شغل اهالی شماره نفقخورانی که در ازبکستان رسما کار میکنند 579305 نفر را تشکیل میدهد. 234044 نفر آنها مردان، 345261 نفرشان زنان میباشند. از آنها 250247 نفر در تشکیلات های دولتی، 329058 نفر در بخش های خصوصی کار میکنند. حالا شماره عمومی نفقخوران در جمهوری قریب 4 میلیون نفر میرسد. بینندگان عزیز و ارجمند، این بود با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش اینفورماسیونی پیامی روز تلویزیون ساخ. در همین جا با بخش خبری حسنی انجام می باشیم. خیر سلامت باشید، اما از ما دور نروید، زیرا برنامه های تلویزیون ساخ دوام دارد.